در آستانه سالگرد حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل و پس از گذشت 365 روز از این حمله همچنان رخدادهای اسرائیل و منطقه در پیرامون این موضوع و طبعات اون میچرخ اسرائیل همچنان در چندین جبهه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و تا حدودی با خود جمهوری اسلامی درگیر هست در جبهه جنوبی نبردها در نوار غزه همچنان ادامه داره در جبهه شمالی جنگ با حزب الله در طول یکی دو هفته گذشته وارد فاز جدیدی شده هم حملات اسرائیل در لبنان تشدید شده حملات هوایی شمار بالایی از رهبران حزب الله تا دبیر کل این گروه کشته شدند و عملیات زمینی ارتش اسرائیل هم به صورت رسمی نزدیک به یک هفته است که در لبنان آغاز شده داخل خود اسرائیل عملیات تروریستی همچنان ادامه داره در همین روز یک شنبه در جریان یک حمله مسلحانه در ترمینال اتوبوس شهر برشه و یک اسرائیلی یک دختر 12 ساله کشته شد و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند و خود مهاجم هم به ضرب گلوله از پای در اومد اما باید گفت این گونه حملات محدود به اسرائیل نیست در روز یک شنبه روز در واقع تلویزیون کانال 14 اسرائیل جزئیاتی را از یک توطئه جمهوری اسلامی برای حمله به یک رستوران یهودی در یونان منتشر کرد پیش از اون هم در واقع پایگاه خبری ترول آلارم جزئیاتی رو در این مورد منتشر کرده بود از اینکه جمهوری اسلامی قصد داشته با استفاده از شهروندان عمدت هم پاکستانی در یونان دست به حملاتی علیه اهداف یهودی و همچنین غربی بزنه اسامی رو هم ترور آلار گفته بود از جمله اینکه دستورات از در واقع از طریق یا توسط رئیس واحد 840 نیروی قدس سپاه در واقع دریافت می شده در در یونان برای این حملات و از طرف دیگه باید گفت که همزمان در واقع احتمال یک رویارویی شدیدتر مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم بالا رفته بعد از اینکه جمهوری اسلامی حمله موشکی رو هفته گذشته به اسرائیل انجام داد الان تهدیدها از سوی اسرائیل بالاتر رفته و یاف وزیر دفاع اسرائیل گفته که هر کسی که فکر میکنه میتونه با تلاش برای حمله کردن به ما جلوی واکنش ما رو بگیره باید نگاه بکنه با آنچه که در غزه و بیروت میگذره و درس بگیره نتانیاهو هم هشدار داده ارتش اسرائیل هم هشدار داده و البته باید گفت در خود ایران هم بر اساس گزارش ها پرواز های مسافری و تجاری از شامگاه یک شنبه تا بامداد دوشنبه لغو شدند که هنوز مشخص است که آیا این به دلیل نگرانی از احتمال واکنش اسرائیل هست یا نه در هر صورت یک سال بعد از حمله هفتم اکتبر همچنان تنش در منطقه ادامه داره درگیری ها ادامه داره و نه تنها از اونها کاسته نشده بلکه لحظه به لحظه هم رو به افزایشه